تو آلمان تو سوپرمارکت ها این بسته سبزیجات رو به عنوان سبزیجات سوپ میفروشن که من همیشه میخرم و ازش سوپ درست میکنم. شامل تره فرنگی، هویج، ریشه کرفس و جعفری میشه. ابتدا سبزی ها رو تمیز میشوییم و بعد خردش میکنیم. تره فرنگی ها رو وقتی خرد کردم دوباره میشورم چون که بعضی وقتا طولای تره فرنگی ها گل جمع میشه. هویج ها رو ابتدا حلقه حلقه برش میزنیم. بعدم نگینی خوردش میکنیم. اگه اولین باری که دارین ویدیوهای ما رو میبینین و سابسکرایب نکردین، خوشحال میشیم که سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو هم اکتیف کنین که ویدیوهای بعدی رو به طور اتوماتیک دریافت کنین. سبزیجاتی که خرد کردیم رو توی قابلمه میریزیم. ریشه کرفس ممکنه براتون جالب باشه. توی ایران ساقه کرفس رو استفاده میکنن واسه سوپ. ریشه کرفس هم عطر و بوی کرفس رو داره و سوپ رو از یک نواختی میاره بیرون. بعد از اینکه پوست ریشه کرفس رو گرفتیم، اونو به قطعات ریز خرد میکنیم. دوستان، تو کانال آشپزخونه غذاهای سنتی، غذای ساده، غذای بین المللی، دسر و کیک و شیرینی و حلوا فراوونه. ارزششو داره که نگاهی به لیست غذاهای ما بندازین. من دو تا ساقه بروکلی هم داشتم که اونم پوستاشو میکنم، مغز داخلشو خرد میکنم و توی سوپم میریزم. سوپ با سبزیجات تازه خیلی سالمه و سرشار از ویتامینه. جعفری هم که دو مدله، یه مدل برگای پهن داره و یه مدل هم مثل این که الان دارم خرد میکنم برگای فرفری داره. این جعفری هایی که برگای فرفری دارن عطرشون کمتره. جعفری ها رو هم ریز خرد میکنیم و یه مقدارشو من برمیدارم میذارم واسه تزیین، بقیهش رو میریزم توی سوپ. برای خوشمزه شدن سوپم همیشه یه تیکه کره سبزیجاتی توی سوپم میندازم. شما هم امتحانش کنین، خیلی خوشمزه میشه. یه قاشق غذاخوری هم از پودر عصاره ریختم. شما میتونین از عصاره مرغ یا عصاره سبزیجاتی استفاده کنین. من از عصاره مرغ استفاده کردم. قابلمه رو با آب جوش پر میکنم. حرارت زیر این قابلمه رو خیلی کم میکنم. میخوام که سبزیجات با بخار پخته بشن. بعد از 20 دقیقه سبزیجاتمون به این صورت پخته شده. به نظر من کافیه. من همیشه به سوپ سبزیجاتیم 3 تا 4 قاشق جو پرکنده اضافه میکنم. یه قاشق غذاخوری هم دانه کتان خرد شده بهش اضافه میکنم. اضافه کردن این مواد باعث میشه که سوپمون غلیظ بشه و لعاب بندازه. آخرش هم فلفل و زردچوب و نمک اضافه کردم. هر وقت که زردچوب اضافه میکنین حتما فلفل سیاه هم اضافه کنین. خاصیت زردچوبه رو دوچندان میکنه و قدرت جذبش رو بیشتر. با گوشتکوب دستی یه مقداری این مواد رو له میکنم. کامل کامل پورش نمیکنم. تیکه تیکه های سبزیجاتم داخلش باشه خوشمزه است. سوپمون آماده شده به این شکل. یه پیش غذای فوق‌العاده خوشمزه است. میتونه یه غذای سبک و ساده باشه واسه شام اگه با نون بخورین. این سوپ مورد علاقه خانواده ما هست و من هفته دو بار این سوپ رو درست میکنم. با یه کمی جعفری هم تزیینش کنین، خیلی عالی و خوشگل شد. تو کامنت بنویسین سوپ مورد علاقه شما چیه؟ شما هم درست کنین نوش جان.